بلعزت اشرف تقریبا خوش قدرتی بود، به روزم که ملیجکش بود. ما رفتیم یه روز فرو خارج نوری ما رو برد خونش. اون شب چند تا دیری خوردیم، دست بالا ازت رفت رو پای ما، دارم رو پای ما یکی یکی مهمون ها رفتن، ما همینطور نشستیم خدا چی بگیم. یه گفت فروخ این قربانی چی حالیش نیست، چی مالی نیست. حتی خندیدم. داشتم صحبت ولرزد اشرف رو میکردم که گیلاس های کرمدار میخوره، از کارمندان تلویزیون اومدن آخه چرا چجور گیلاس های کرمون رو میخور؟ گفتم به خاطر که تالام زنده است و اصلا کرمون به وجود اومده بود، میگه پروتئینش خوبه، همیشه خارش داشت. ایشون همیشه با سر میزش و سفره که مثلا مینداختن گیلاس های کرمو باشه و واقعا اونم یه عجوبه برای خودش. و این داستان ها داستان های واقعیه که با چش خودم دیدم و لمس کردم و دردسرش هم کشیدم، به خاطر اینکه ما اون زمان واقعا درگیری داشتیم با خانواده پهلوی، با مقاماتی که نظر داشتن به ناموس ما، و چون ما باج نمیدادیم و زیر بار این حرفا نمیرفتیم، این درگیری های زیادی برای ما وجود اومد. 9 ماه یه مؤسسه بیاد تعطیل بشه، 500 تا کارگر و کارمند نتونن نون به خونهشون ببرن فقط به خاطر که چرا گوگوش به سالون نرفته سر میز، فوش هم بشنویم. خب ما هم جوان بودیم، تعصب داشتیم، جواب بد و بد دادیم و از اون موقع ما درگیری رو با خانواده پهلوی شروع شد. درسته که خود علیرضا اصلا اطلاع نداشت خانواده پهلوی هر کدومشون یه قدرتی پیدا کرده بودن و برای ما دردسر داشتن. ما هم چون هتلمون در سطح فرست کلاس بود و به هیچ وجه اجازه نمیدادیم چه آرتیست بره بیرون یا کسی بخواد اونجا ارزندام کنه، جلوشو میگرفتی. ما حتی بدون کروات کسی راه نمیدادیم. ما در یه رده کار میکردیم که اصلا هیچ کس نمیتونست به ما برسه. ولی خب بزرگترین خواننده های دنیا توش بودن، بزرگترین شوهای دنیا توش بودن و بزرگترین خواننده هایی که در حال حاضر الان از ملت ما به وجود اومده باز از اون صحنه به وجود اومده. نقش فعال اشرف در کودتای 28 مرداد شاید مهمترین فعالیت زندگی اوست و اشرف هم در کتاب خاطرات خود از حلقه رابط بودن خود بین امریکایی ها و اوباش و کودتاچیان داخلی پرده برمی دارد و هم مفصل ماجرا را برای این مرد یعنی فردوست که از نزدیکترین عناصر درباره است هم تعریف می کند. این ادعایی که می خواهد 25 مرداد و 28 مرداد به حساب بریز خیابون، این قبلا درست کرده بود، برای منم تعریف کرده بود که جمعیت ها را این درست میکرد. خودش به شخص من میگفت که رفتم اونه دیدم باش قرار گذاشتم چقدر تعداد میتونی بیاری فلان اینها در خیابان اون روزی که من دستور بدهم. بعد از عملیاتی شدن کودتا اشرف قاعدتاً
بیش از پیش به خود اجازه دخالت در امور کشور را می‌دهد و تبدیل به یکی از عوامل مهرچین کشور می‌شود. ایشون در ضمن از آدمایی بود که در سیاست ایران هم به طور مستقیم دخالت می‌کرد. متوجه هستید؟ و خیلی افراد رو سر کار می‌ذاشت، برمی‌داشت. انگلیس افراد لیست می‌داده به این اشرف که اینها رو دلگرم نگهدار. اینا مهرای هستند و بعدم همه این مهرا به درد خوردند. بعد همشون کار بهشون داده شد، کارهای بهتر بهشون داده شد، معاون وزارتخانه شد، سفارت رسید. این هماهنگی اشرف با انگلیسی‌ها تا به جایی میرسد که سفیر ایران در انگلیس را از بین معشوقه های خود انتخاب میکنند که یکی از معروفترین آنها پرویز راجی است. البته نمیگم آیا راجی آدم چیزی نباشه، چون میگن آدم قابلی نباشه، حتما هم بوده، ولی اصلا ظاهر امر درست نیست که یکی مثلا با یه خانوم بره بعد بشه سفیر در انگلیس. صحبت از معشوقه های اشرف شد. خواهر شاه به فساد اخلاقی و جنسی هم شهره بود، البته نه به خاطر سه ازدواج ناموفقی که با قوام، شفیق و بوشهری داشت، بلکه به خاطر معشوقه های پرشماری که بعد از هر ارتباط غیر اخلاقی که با آنها داشت آنها را به جاه و مقام میرسند. ایشون خب به جنس مخالف علاقه شدید داشته و هر کی رو که میخواسته بره صاحب شه. بعدم که صاحب میشده به اینها پستای خیلی قوی میدادن. اشرف پهلوی به قمار هم علاقه وافری داشت و داستان باخت 1,000,000 دلاری او در کازینوهای فرانسه در هر کتاب تاریخی موجود است. یکی از شاهدان احسان نراقی است از نزدیکان دربار. اشرف تلفن کرد از مونتکار، قمارخانه معروف فرانسه، میده جنوب پاریس، جنوب فرانسه، 1,000,000 دلار بر من باید بفرستی. گوه من که الان نمیتونم، همینه که هست برامو دار بود. خب بعد گوشوی گلوش گفت خانم دیشب تا صبح یقیرم قمار کرده، پولا رو باخته و میگه برمیده. اما آتش به قدرت و ثروت در اشرف فرونشاندنی نبود، تا آنجا که در معاملات مختلف و کلان تبدیل به یک باجگیر حرفه‌ای شده بود و در بین تجار و بازرگانان به پرنسس 20% ملقب گردیده بود. من سفیر امریکا فروش بودم و من گفتش که به علازت بگیم که این مردم میان از خارج، امریکایی‌ها میگن که پرنسس 10% کیه؟ من میخوام ببینیمش. ایشون معروف میان بیزنسمن های امریکایی پرنسس 20% که اشرف بود دیگه. من میخوام ببینیم. گفت بگین به شاه که این بده برای شما همچی چیزی. منم به شاه گفتم. اینه شاه چی بهش گفت؟ گفت خوبه شما اینو بگید به والا حضرت. گفت قربان من چی بگم به والا حضرت؟ جرأت میکرد به خارج بگین و تو میگن پرنسس 20%. اینها بخشی از سیاهه زندگی این پرنسس 20% بود که حالا در خیابان پنجم نیویورک روزگار به سر می گذراند و به این روز افتاده است و انتظار مرگ را می کشد.